بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من مهرنگ خزائی هستم، روانکاو بالینی، و این برنامه علمی از طرف پژوهش سرای دانش نوین که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره طلاق و اثرات اون بر روی فرزندان هست. همونطور که سعدی میگه، آن سست وفا که یار سرسخت من است، شمع دیگران و آتش رخت من است. ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف، جرم از تو نباشد، گناه از بخت من است. زنها و مردها با ازدواج به یکدیگه قول عشق و تا آخر عمر زندگی کردن رو میدن، ولی بعد از مدتی از هم دور میشن، از هم جدا میشن و بعد طلاق میگیرن. امروز طلاق یکی از مهمترین مسئله اجتماعی در بیشتر نقاط دنیاست و یکی از تلخترین پدیده های حیاتی انسانی است که میتونیم بگیم که کمتر پدیده اجتماعی به پیچیدگی طلاق وجود داره. علل و عوامل طلاق متفاوتن و این علل و عوامل یا در لایه‌های عمیق اجتماعی قرار گرفتن یا در لایه‌های خانوادگی که درک اونها یه خورده پیچیده است. ولی کسانی که در گیر و دار طلاق از همه بیشتر صدمه می‌بینن، اون فرزندان طلاق هستند، چون اونها دچار اضطراب‌ها و ترس‌هایی میشن و مدام به خودشون میگن که حالا چی به سر من میاد؟ کجا باید زندگی کنم؟ چرا پدر یا مادرم من رو ترک کردن؟ حالا چه کسی از من مراقبت میکنه؟ و شاید دلیل جدایی پدر و مادرم من بودم و همه اتفاقها تقصیر من بود، و این احساسات باعث افسردگی، گوشه‌گیری، اضطراب و پایین اومدن اعتماد به نفس در میون فرزندان میشه و آینده قوی رو برای خودشون تصور نمی کنن. اطمینان خودشون رو به بسیاری از موارد زندگی از دست میدن و به یک نوعی احساس بی‌اعتمادی و بی‌توجهی کشیده میشن. و از اونجا که هسته مرکزی شخصیت افراد، به خصوص کودکان به نظر دانشمندان روانشناس، در کودکی شکل میگیره و بنابراین این گونه کودکان در بسیاری از موارد دچار اختلالات شخصیتی خواهند شد وقتی بزرگ میشن، و اکثر روانشناسان برای آینده این فرزندان که به خاطر طلاق از مهر پدر و مادر که باید در زیر یک سقف میتونستن زندگی کنن داشته باشن، بی بهره میشن، نگرانن، حقم دارن برای اینکه نگران باشن، برای اینکه روح کودک بسیار حساسه و جدایی پدر و مادر برای کودک یک اثر روانی و زورگذر نیست و بیشتر مثل یک فاجعه میمونه که مدت ها صداش توی گوششون هست و به تدریج در روح و جسم و روان اونها اثر میگذاره و اون آغاز یک نقطه عطف پرتلاطم در زندگی آینده اونها خواهد بود. حالا چرا زنها و مردها طلاق میگیرن؟ علل اون چیه؟ چه کنیم تا کودکان طلاق آسیب کمتری ببینن؟ محققان باور دارن عوامل تأثیر کننده در طلاق مختلفه، یعنی یک فاکتورهای مختلفی توش هستش. یکی از مهمترین اونها یکی عدم تفاهم و توافق اخلاقی هستش. ناسزاگاری، بد اخلاقی، بد رفتاری، حسادت های بیجا، سوء زن طرفین، خیانت، خشونت مثل کتک زدن، تفاوت های فرهنگی، اعتیاد، دخالت افراد فامیل، بیماری های روحی، بیکاری، مشکل مسائل جنسی و همچنین ازدواج های اجباری، همه باعث عدم علاقه میشه و باعث جدایی و طلاق. همچنین
خانواده هایی که در طلاق های عاطفی هستند یا بهشون میگن طلاق خاموش، به این معنی که زن و شوهر به خاطر بچه ها زیر یک سقف زندگی میکنن ولی از هم بیگانن، از لحاظ احساس و صمیمیت دورن و حتی وجود فرزندانشون هم این جدایی و بیگانگی رو نمیتونه از بین ببره. و در این شرایط زندگی زن و شوهری که در زیر یک سقف هستن از محیط اون محیط خانوادگی یک محیط ناامنی میسازن و در اون وضعیت بچه ها به علت اون تنش ها و ناامنی که در خونه و اختلافات پدر و مادر آرامششون رو از دست میدن و اونها در یک رابطه عاطفی و به خصوص در یک زندگیشون در آینده دچار مشکل خواهند شد. در یک زندگی زناشویی دو محور اصلی وجود داره، اون هست اعتماد و احترام. اگر هر کدوم از این دو محور صدمه ببینن اون رابطه از بین میره و عشق هم یواش یواش از بین خواهد رفت، چون رابطه سالم باید از روی اعتماد باشه. وقتی که آدم ها هم دیگر رو دوست دارن، به هم عشق میورزن، به هم اعتماد دارن، زندگیشون خیلی خوب خواهد بود. اما از لحظه ای که شک و عدم اعتماد و کنترل در یک رابطه به وجود بیاد، ذره ذره عشق بین زوجها از بین میره و اون دو نفر از هم دور میشن و اون مرد یا زن سعی میکنن که نیازهای خودشون رو در یک نفر دیگه پیدا کنن و کار خیانت و طلاق رو آسون میکنن. چون نارضایتی یا عدم احساس خوشبختی در یک رابطه باعث میشه که زن و مرد به خاطر اون کمبودهای محبت، کمبودهای روابط گرم و صمیمی به سوی طلاق و جدایی برن. حتی مشکلات جنسی میتونه که رابطه اون زوجها رو از بین ببره و اونها رو از هم دور کنه. و مشکلات اقتصادی، البته مسائل اقتصادی به تنهایی عامل طلاق نیست، چون افرادی هستن که ممکنه نیازهای مالی رو در خودشون احساس کنن ولی اگر در چارچوب اخلاقی باشن امکان نداره که بخوان زندگیشون رو بخوان از هم پاشیده کنن. ولی وقتی که در یک شرایطی قرار میگیرن که هم فشار اقتصادی دارن، هم تحت فشار استرس های زندگی هن، همین که نارضایتی از اون رابطه دارن، همه اونها باعث میشه که اونها به طلاق گرایش پیدا کنن. و متاسفانه ما همیشه در افراد اون ترس و نگرانی از رابطهشون رو میبینیم. اونا همش از این نگرانن که مبادا زن یا شوهرشون با یکی حرف بزنه، مبادا از یکی خوشش بیاد، و این مباداها که اونها در ذهنشون میسازن و شکهای بیدلیل همه تبدیل میشه به نگرانی های جدید در زندگی برای اون زن و شوهرها که باعث میشن که اون زن یا شوهر طرف مقابلش رو کنترل کنه و باعث نارضایتی، استراب و دعواهای مکرر در یک رابطه میشه که باز به طلاق منجر میشه. دیگه خیانت های زن و شوهر باعث طلاق میشه، باعث جدایی میشه، و اون اینه که یکی از اون همسرها به صورت رفتاری یا و با ارتباط برقرار کردن با یک شخص دیگری خارج از سیستم خانواده به همسرش خیانت میکنه، که البته بخش اعظم زیاد اون رو ارتباط های جنسی تشکیل میده. و دیگه خیانت‌های کلامی هستش که این روزها در اینترنت و فیسبوک زن و شوهرها، زن و مردها به صورت چت اینترنتی یا تلفنی، وایبر یا هر موقعی که براشون پیش بیاد سعی می‌کنن با آدم‌های دیگه صحبت کنن و اون باعث میشه که رابطه‌شون رو به پایین رفتن بره و در رابطه زناشویی اختلاف پیش بیاد و کار به طلاق و جدایی بکشه.
حتی زن شوهرهایی که در فکر و تخیلاتشون دنبال یک شریک ایدئال هستن و در این موقع است که برای زندگی مشترک خودشون رو میتونن به خطر بندازن، برای اینکه اون شخص دائم شریک زندگیش رو، زن یا شوهرش رو، با اون فرد ایدئالی که توی ذهنش ساخته مقایسه میکنه و چون همش در حال مقایسه هست، اون خیلی میتونه در رفتارش با زوجش اثر بگذاره و باز هم به طلاق کشیده بشه. و دیگه اینکه خشونت ها و تحقیر در بین زوج ها در خانواده ها، این خیلی باعث طلاق میشه، به خصوص خشونت شوهرها به روی زن ها که اون در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی پیدا میشه و خشونت که بهش میگن خشونت خانگی که یک نوع خاصی از خشونته که فقط در سطح خانواده هستش که باعث رنجش یا آسیب روانی، جسمی و جنسی میشه. و در جامعه‌ای مثل ایران که باز ایران هم مثل جوامع دیگر دنیا خشونت علیه زنان سابقه بسیار طولانی و قدیمی داره و خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه های جنسی نمیگن، بلکه کلمات توهین‌آمیز، تحقیر کننده، شک، بدبینی، همه جزو خشونت های خانوادگی هستش. و در کشورهای جهان سوم که زنها هیچ اطلاعی از خودشون و حقوقشون نمیدونن و زن خوب بودن رو فقط در کتبانو بودن، شستن، تمیز کردن، نه خونه تمیز کردن و غذا پختن و بچه داری میدونن، اونها خیلی مورد خشونت قرار میگیرن. امروز آمار نشون داده که زنهایی که از طرف شوهراشون مورد خشونت قرار میگیرن 5 برابر بیشتر از زنهای دیگه در معرض آسیب‌های روانی، خطر خودکشی و حتی اختلالات روحی روانی هستن. حتی در دنیای مدرن هم خشونت علیه زنها رو کم نیست، حتی زیاد هم هستش. برای مثال زنهایی که با سوء رفتار شدید جسمی شوهرشون روبرو میشن مرتب کتک میخورن ولی در ازدواج میمونن و زندگیشون رو ترک نمیکنن. بعد که ازشون میپرسین که چرا توی این زندگی موندی، چرا ترک نمیکنی، جواب میدن که به خاطر اینکه امنیت مالی ندارن. بعضیا میگن به خاطر اینکه شوهرم رو دوست دارم. ولی از دیدگاه روانشناسی این مسئله برمیگرده به اون احساس نیاز که در همه دنیا و در روابط مرد و زن دیده میشه. و زنی که استقلال مالی نداره و ازدواج میکنه و با خشونت مرد روبرو میشه، بعداً از ترس نابسامانی اجتماعی و اقتصادی اون میترسه و در ازدواج میمونه، به خاطر اینکه میدونه که حمایت اجتماعی و اقتصادی هم نه از طرف دولت خواهد داشت، نه اینکه شاید هم از طرف پدر مادرش. بعد به خودش میقبولونه که خب زندگی همینه که هست، یعنی اینکه دیگه من یه زن هستم که سازش دارم، یک زنی بهش میگن زن صبور. و این میتونه در روحیه اون زنا خیلی اثر میگذاره و دچار اختلالات روحی روانی میشن. و بعد این همون طلاق خاموش یا طلاق عاطفیه، برای اینکه اینها توی یه زندگی هستن، ناراضی هن، کتک میخورن، ابیوز میشن، ولی از ترس همون جا هستن و حتی ناچارن که زندگی کنن، مورد آزار قرار بگیرن و چاره ای ندارم. حالا فرزندان طلاق یکی از مشکلات بسیار مهم اجتماعیه. الان در سالانه هزاران هزار کودک که باید در سایه صمیمیت و مهر و محبت پدر مادر به رشد طبیعی خودشون ادامه بدن، در نتیجه طلاق در یک بحران بسیار اسفناک روحی و جسمی قرار میگیرن. و در حقیقت هر طلاق
یک بازنده داره، گاهی مرده، گاهی زنه، ولی بیشتر موقع ها بازنده اصلی صحنه طلاق بچه ها هستن. در موقع طلاق بیشتر پدر مادرها چنان تنفری از همدیگه دارن که تنها میخوان فقط از هم جدا بشن و کودک رو در این میان درست مثل یه توپ بازیه که از این دست به اون دست میدن و سعی میکنن که با هزار حقه و کلک کودک رو به طرف خودشون بکشونن و پیداست که همچین کودک فرزندان کمتر احساس آرامش میکنن و بیشتر به یه گوشه تنهایی میرن و اون صحنه های اختلافات و دعواهای پدر مادر رو در ذهن خودشون مجسم میکنن و در وجود خودشون احساس کمبود میکنن و در نتیجه غم و غصه تمام جسم و روح اونها رو آزار میده و به مرضهای گوناگون ممکنه مبتلا بشن و حتی ممکنه که بعضی هاشون هم از به خاطر اون ناراحتی هایی که دارن بعدن ها که بزرگتر شدن به مواد مخدر، الکل برن و همیشه توی رابطه های سالم نمیتونن باشن، برای اینکه رول مدلشون، مدل خانوادگیشون، پدر و مادرشون همیشه دعوا بوده، بنابراین خودشون هم نمیتونن که رابطه های سالم نگه دارن. خب بینندگان عزیز، حالا اجازه بدین که به یک آهنگ که من برای شما انتخاب کردم گوش کنیم و بعد من برای شما درباره این که چه کنیم تا کودکان طلاق آسیب کمتری ببینن توضیح خواهم داد. آهنگی که من برای شما انتخاب کردم آهنگی است بسیار زیبا از شادمهر عقیلی به نام انتخاب. گوش میکنیم. آهنگ بسیار زیبایی بود از شادمهر عقیلی، انتخاب. این یکی، البته این یکی از قشنگترین آهنگای شادمهره که منم خیلی دوست دارم. خب حالا چه کنیم تا کودکان طلاق آسیب کمتری ببینه؟ درگیر و دار طلاق فرزندها از همه بیشتر صدمه می‌بینن. چرا؟ چون اونها اول از همه خودشون رو مقصر می‌دونن و اون مقصر دونستن باعث استراحت و یک ترس هایی در اونها میشه و مدام به خودشون میگن که حالا من چیکار کنم، چی به سر من میاد، کجا برم زندگی کنم، چرا پدر مادرم منو ترک کردن و بعد کی از من مراقبت میکنه و دائم خودش میگه، بعد میگه که اصلا شاید تقصیر من بوده، شاید من اینجا مقصر بودم که اینها از هم جدا شدن. ولی اگر که پدر و مادرها آگاهانه و با درستی با بچه ها رفتار کنن، میتونن که این ترس ها و استراب های کودک رو کم کنن و بتونن که کودکان بتونن یا فرزندان این مسئله طلاق رو خیلی راحت قبول کنن، چون طلاق تأثیر بسیار فزاینده روی شخصیت کودک ها میگذاره و الان تحقیقات نشون داده حتی جدایی هایی که به آرومی انجام میگیره مسیر زندگی فرزندان رو تحت تأثیر قرار میده و فرزندهای طلاق عموماً با یک دورنمای عاطفی بغرنجی نسبت به خانواده دارن. حتی در خانواده هایی که اونها وقتی که خودشون رو با بچه های خانواده های سالم مقایسه میکنن، باز هم خیلی توی تنش های احساسی میرن و طلاق برای کودکان به معنی ایجاد شدن دو دنیای متفاوته که باید هر کدوم رو به طور جدایی درک کنن و بچه های طلاق همیشه سعی میکنن که با روحیه و عادتهای پدر مادرشون آشنا بشن و خودشون رو بتونن با شرایط اونها تطبیق بدن و این موضوع باعث تضاد شخصیت و دوگانگی در اون بچه ها میشه و همینطور بچه های طلاق مثل کودکانی که توی خانواده‌های سالم هستن اون احساس امنیت عاطفی رو تجربه نمی‌کنن و همین باعث تأثیر میذاره روی شخصیتشون که اون سلف استیم یا عزت نفس
و اون به خودشون متکی بودن همه از بین میره توی شخصیتشون. و دیگه اینکه اونها از یک استرابات عاطفی که رنج میبرن و بچه هایی که کودک هایی که در سن قبل از مدرسه هستن وقتی که با طلاق مواجه میشن بیشتر وقتا سردرگم و وحشت زده میشن و خودشون رو به خاطر جدایی پدر و مادر مقصر میدونن، ولی اون بچه های بزرگتر از جدایی پدر و مادر هم یک تنش های زیادی رو تجربه میکنن، اما اونها بهتر میتونن انگیزه های والدینشون رو برای طلاق درک کنن، ولی بیشتر عمیقا نگران اثرات اون به روی آینده خودشون هستن و بیشتر یک احساس خشم شدیدی از خودشون نشون میدن. و دیگه اینکه اون فرزندهای بزرگتر تلاش میکنن که بتونن اون ستون خانواده رو دو مرتبه بنا کنن و بیان به پدر مادر رو دو مرتبه به هم نزدیک کنن، ولی وقتی که ببینن که تلاش اونها به نتیجه نمیرسه یک خشم زیادی در درونشون طغیان میکنه و به صورت یک رفتارهای ناهنجار مثل آزار رسودن به خودشون یا به دیگران یا اینکه پناه بردن به الکل، مواد مخدر، مواد مضر پناه میبرن. روانشناسان و جامعه شناسان در توی بررسی های وضعیت کودکان و نوجوانان بزهکار به این نتیجه رسیدن که در خونه هایی که پدر و مادرها مرتب با هم درگیر هستند و روابط عشقی و محبت ندارن بیشتر به طرف خشونت و بزهکاری و مواد مخدر گرایش پیدا میکنن. ولی در خانواده های طلاق هم میتونیم میشه که یک روش هایی رو پیش گرفت که به فرزندها دچار آسیب کمتری بشن و ضربه روحی به جسم و شخصیتشون کمتر بخوره و اون رابطه پدر مادر هستش که پدر مادر بعد از طلاق سعی کنن که یک رابطه سالم و یک رابطه مسالمت آمیز با هم داشته باشن، یعنی از اون همسر جدا شده بدگویی نگن و باعث تحریک فرزند خودشون بر ضد اون نشن. و علاوه بر این در بسیار بیشتری از خانواده ها طلاق دیده شده که پدر مادرها کودک رو به عنوان یک سلاحی بر ضد اون همدیگه و انتقام گرفتن استفاده می کنن. ولی این کار والدین باعث اختلال در شخصیت کودک میشه و در این نفرت اجباری خیلی روی احساسات کودک اثر میگذاره. و دیگه اینکه ممکنه که کودک نسبت به خودش و زندگی خودش هم کینه و نفرت پیدا کنه و روانشناسان معتقدن علت مشکلات روحی فرزندهای طلاق جدایی والدین با زندگی کردن اونها با یکی از والدین نیست، بلکه اون تشنج ها و درگیری های خانوادگی و اختلافات پدر مادر هستش که پیش از جدایی و همینطور بعد از جدایی که میتونه آرامش اون بچه ها رو بگیره و یک مشکلاتی روحی روانی برای اونها درست کنه. الان آمار نشون میده که مشاوره خیلی میتونه کمک زیادی به رابطه ها بکنه در موقع طلاق و الان 70% از کل طلاق هایی که تا حالا در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته برای زوجهایی بوده که رفتن مشاوره هایی داشتن و با فکر مثبت تونستن که به زندگیشون ادامه بدن و همینطور که یک فضای بهتری برای فرزندانشون درست کنن. و بیشتر روانشناسا پیشنهاد میکنن که والدینی که مشکلات جدی با همدیگه ندارن توی زن و شوهرها و به خاطر بچه هاشون سریع تصمیم به جدایی نگیرن، برای اینکه اثرات طلاق انقدر قویه، انقدر سنگین هستش که اگر که بتونن که طلاق نگیرن خیلی بهتر هستش. و یا اینکه اگر که مجبورن که طلاق بگیرن سعی کنن که فرزندانشون دوران بلوغ رو پشت سر بگذارن و وقتی که اون دوران رو پشت سر گذاشتن بعد درک بهتری از مسئله طلاق دارن و بعد اون موقع میتونن که پدر مادرها از هم جدا بشن اگر که دیگه
هیچ راهی ندارن و نمیتونن که با هم زندگی کنن. خب ما فکر میکنیم که جنگ فقط در اطراف ما میتونه باشه، به خاطر زمین، آب، طلا، ولی ما متوجه نیستیم که جنگ اصلی همیشه در درون و مغز ماست. اگر که شما در زندگیتون یک قدم جلو بردارید و با زندگیتون به معنای بیشتری نگاه کنید، قدرت تفکر و کلمات رو بدونید، اون موقع میتونید در همه جنگ ها پیروز بشید، میتونید در تمام روابط پیروز بشین، به خاطر اینکه اون افکار شما هستن که به شما دیکته میکنن که در زندگیتون باید چطوری عمل کنید. و اگر که افکار مثبت داشته باشید، اخلاق مثبتی هم پیدا خواهید کرد و نه تنها با زوجتون بلکه با بچه هاتون هم رابطه بسیار خوبی خواهید داشت و اون خشم و عصبانیت و افسردگی که باعث طلاق میشه همه از بین میره. و یکی این که دیگه وقتی که در یک رابطه هستین که زوجتون، زن یا شوهرتون یه کار بدی که کرده، سعی کنید که اون رو ببخشین، برای اینکه بخشش یه کلیدیه که با اون میتونید از خودتون رو از شر تلخی ها نجات بدین. حالا یه شعر خیام هست براتون میخونم که میگه که ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر رها در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. من بعد از تهیه برنامه تلویزیون دانش نوین که هدفش گسترش علم روانشناسی و تحقیقات در مورد مسائل روحی روانی است، یک پژوهش سرای دانش نوین رو تأسیس کردم که هدف اون دسترسی تازه ترین مقالات روانشناسی دنیا برای شما عزیزان و همینطور دانشجوان هستش و شما میتونید وارد سایتش تخصصی پژوهش سرای دانش نوین که هست danishnovin.net برین و به جستجو و مطالعات مقالات در زمینه‌های مختلف روانشناسی بپردازین. همچنین دانشجویان ارشد میتونن در مورد تحقیقات پایان نامه یا تز تحصیلیشون از من و دیگر متخصصان پژوهش سرای دانش نوین کمک بگیرن. این برنامه ها را میتونید از آرشیو ایران فردا، وبسایت من و فیسبوک من نگاه کنید. تا برنامه آینده، اوقات خوشی رو برای شما من آرزو دارم. We'll be right back.